درود و سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به سیشن 21 کورس آموزشی برندینگ یا برندسازی با من اسمت اخگر. دوستان عزیز، طوری که از اول سنف شما تعقیب میکنین، من براتون گفتم که این سنف 3 فصل داره. فصل اول از این سنف که از ویدیوی اول تا ویدیوی 12 بود مکمل تئوری بود. ما تئوری خواندیم، مکمل برندینگ از لحاظ ازی که چی هست، چه رقم عناصر داره، چه رقم انواع داره و چطور میتونیم که یک برند ایجاد کنیم، از نگاه تئوری ای را خواندیم. از ویدیوی 13 تا 20 8 ویدیو فصل دوم بود که در فصل دوم ما منابع رایگان را خواندیم که براتون معرفی کردم که چطور میتونیم گرافیک ریسورس را دانلود کنیم. مثلا چرا که میتونیم فونت ها، آیکن ها یا مثلا موکب ها، ایمیج ها، وکتور ها از کدام وبسایت ها میتونیم یارو پیدا کنیم، دانلود کنیم. منابع رایگانش را براتون معرفی کردم که میتونید برین ببینین از ویدیوی 13 تا ویدیوی 20 8 ویدیو. این ویدیوی 21 است و در این ویدیو ما میخواییم که فصل سوم رو براتون معرفی کنم. حالا دیگه فصل اول و دوم خلاص شد و فصل سوم ما شروع شد. فصل سوم ما فصل پروژکت است. پروژکت برندینگ. یک پروژه را شروع میکنیم، از اول تا آخر او را به اتمام میرسانیم با امو راه و سیستم و شیوهی که کمپانیای بزرگ دنیا برندینگ میکنن. با امو راه ما پیش میریم و یک برند ایجاد میکنیم یا با وجود میاریم. خب این فصل که فصل سوم است، من دقیق نمیتونم بگم که چند پروژه برای این پلان دارم. فعلا پروژه‌ای که براتون پلان دارم، پروژه اول یک پروژه ریبرندینگ است. پروژه ریبرندینگ کمپانی کابلکایت که چون این کمپانی از خودم است و خودم برندینگش کردیم، یعنی به اجازه نیاز نبود و خودم گرفتم و کابلکایت خواستم که برای شما در پروژه اول ریبرندش کنم. چون بسیار پروژه دیگه بود که از دیگه کلاینت ها بودن، من نتونستم از کس پرسان کنم که آیا اجازه میده یا نمیده که من در ساب موادشان استفاده کنم. به خاطر من خواستم با کابلکایت شروع کنم و این یک پرکتس است. یک پرکتس است که ما چطور میتونیم یک برندینگ انجام بدیم. فرق نمیکنه که من آلی بر روی کدام برند انجام بدم، میتونم بر روی هر برندی که بخوایم انجام بدیم. امی سیستم است، امی طریقه است و تمام هدف ما است که شما طریقه درست یاد بگیرین. خب عزیزا، این پروژه طوری که گفتم ریبرندینگ است. یعنی کابلکایت از اول برندینگ داشت و ما خواستیم رو ریبرندینگ کنیم و طوری که شما قبلا هم در بعضی پست هایی که من در سوشال میدیا پست کرده بودم دوید دیده باشین، من کابلکایت بعضی پوسترهایش و لوگو بعضی چیزاش رو شیر ساختم همراه دیگه دوستا در سوشال میدیا. امور ما کار میکنیم و شما در این پروژه میبینین که ما هر بخش چطور به دست میاریم، چه رقم سر از او فکر میکنیم، چه رقم دیتا را پیدا میکنیم و چه رقم ریسرچ میکنیم. خلاصه پروژه کابلکایت یک پروژه خرد نیست. تمام چیزایی که یک برند ضرورت داره را ما در اینجا داریم. از خود لوگو و ایدنتیتی شروع میکنیم. مثلا ما در اینجا بروشر داریم، پوسترها داریم، وبسایت داریم، انیمیشن داریم و خلاصه تمام چیز، ایمیج، حتی ایمیج داریم. تمام از اینا شامل از این برند میشن و بعضی از اینا رو ما عملی کار نمیکنیم. مثلا در بخش وب که رسیدیم، ما وب براتون تشریح میکنم دیزاینی که ما در وجود داریم، ولی از لحاظ تکنیکی خود وب پیجاش دیگه دیزاین نمیکنیم به خاطر که تمام دوستایی که ویدیو رو میبینن کلگی به یک لول نیستن و بعضی هم خوندار که مشکل داشته باشن. ولی همچنان در بخش انیمیشن، چون ما سافت ویر انیمیشن فعلا نخوندیم در کورسایی که در این چند نسل البته و همگی در یک لول نیست، به خاطر امکان داره که اون صنفا بر بعضی خسته کن باشه. ولی در آینده در کورس های بعدی که ما روی انیمیشن صحبت میکنیم، روی وب صحبت میکنیم، باز این چیزها رو باز اونجا میخونیم. ولی در این کورس ما به شکل عملی برند ایجاد میکنیم و به شکل عملی دیزاین میکنیم چیزایی که داره، تچ پوینت هایی که داره استفاده میکنیم و این رو میخواییم براتون بگم دوست عزیز که
چرا من ریبرندینگ انتخاب کردم به اساس پروژه اول؟ به خاطر که ریبرندینگ بسیار زیاد مهمتر از فعلا در بازار کار از برندینگ کرده، ریبرندینگ زیاد مهم است. اکثریت کارهایی که فعلا کارهای خوبی که در مارکت کار میتونین شما پیدا کنین ریبرندینگ است. به خاطر چی؟ به خاطر که کمپانیایی که ریبرندینگ میکنن عموما کمپانیایی هستن که یک بزنس دارن، بزنسشان رن است و از او یک انکم دارن، بودیجه دارن و میخواین که ریبرندینگ کنن و همیشه کار با از این رقم کمپانی بسیار خوبتر است، چون اونا آیدیا دارن، اونا تجربه خود از برند قبلی خود دارن و آل هم بر شما بعضی توصیه ها دارن و بر شما راهنمایی میکنن و شما باعث کسی که کار از اون داره پیش میبرین راحتر میتونین که ریبرندینگ کنین کمپانی شون. و طور که اشاره کردم آید خوبتر داره ریبرندینگ، چون کمپانی های که بزنسشان خوب باشه ریبرند میکنن. و وقت برندینگ شروع شما میکنین، یعنی یک چیز را از صفر شروع میکنین، این هم بسیار خوب است، دلچسب است. ولی عموما کمپانی ها در مارکت کار وقتی که شما داخل میشین میبینین که کسایی که برند میکنن عموما سرمایه ندارن، چون هر بزنسی را که ساختن زیادتر سرمایهشان دهوج بند است و قدر پیسه زیاده در بخش برند خود اختصاص نمیتن. به مخاطر میخوایم براتون بگیم که ریبرندینگ کمک حساس ترام است، چون کسی که همراه شما در ارتباط است و یک تجربه داره و از لحاظ کاری براتون خوبتر است. و برندینگ هم جای خود داره، خود نظر به پروژه است بازم، ولی ایده براتون به خاطر گفتم که تجربه شخصی ما امیر نشان میده. و در این ویدیو ما تمام استپ هایی را که در برند سازی ضرورت است کلش پیش میبریم. اگر شما ویدیو نهم امی کورس برند ببینین، در اون ویدیو ما داریم که استپ های ضروری به خاطر ساختن یک برند که در اوج ما تشریح کردیم تمام استپ ها را، اما استپ ها را ما ایج عملی کار میکنیم. مثلا اینکه از ساختن دیزاین بریف است و بازم این رقم، مثلا مارکت ریسرچ، یوزر ریسرچ، تمام زیاره ما کمپلیت میکنیم، مکمل میکنیم و برند ما در این پروسه به وجود میاد و بخش دیولپ کردن ایدنتیتی میرسه و دیزاین ایدنتیتی میرسه و این چیزایش باز عملی کار میکنیم و کمپوزیشن هایی که ضرورت داریم و آیتم هایی که ضرورت داریم در او برند، او را هم مثلا ما امکان داره که بل انوایس یا مثلا بروشر، پوستر، فلایر، سوشل میدیا گرافیک، تمام از این چیزا ما ضرورت داریم و تمام از اینا به شکل عملی در این پروژه حتما دیزاین میکنیم. و یک چیزی هم که ناگفته نمونه عزیزا، چون در این برندینگ ما از گلدن ریشیو استفاده کردیم، گلدن ریشیو یا تناسب طلایی، که این که چی هسته که شاید بعضی کسا بفهمن بعضی کسا نفهمن، ما یک ویدیو به خاطر از این من میگیرم و در این ویدیو گلدن ریشیو رو براتون تشریح میکنم و دوستایی که بلدیت ندارن هم رای گلدن ریشیو براشون بسیار خوب است که یک آیدیا بگیرن. و چون این لوگو هم برامو اساس ساخته شده، پس گلدن ریشیو رو من قبل از اینکه به دیزاین لوگو برسیم براتون حتما تشریح میکنم. خب عزیزا، این ویدیو معرفی صنفهای بعدی و ویدیوهای بعدی است که مربوط پروژه میشه. امیدوارستم که کدش زد براتون مکمل گفته باشم و چیده نمانده باشه. برای امروز اما قبس است عزیزا، لطفا این ویدیوها رو با دوستانتون در اشتراک بگذارین و مرا هم در سوشل میدیو، در فیسبوک، در اینستاگرام، در یوتیوب سرچ کنین، اسمت اگر پیدا کنین و فالو کنین. دوست عزیز، وقت خوش میخوایم براتون و تا ویدیو بعدی خدا حافظتان.